مراقبه ای برای خلوت بعد از نماز شریف عصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه شریف. علی رسولنا صلوات. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله و صحبه و سلم. شرط اقرار. گواهی می دهم که خدایی جز حضرت الله سبحانه و تعالی نیست. گواهی می دهم که محمد که سلام و درود خدا بر او و خاندان پاکش باد فرستاده راستین حضرت حق است. ایمان آوردم به خدای یکتا و فرشتگان پاکش، به کتاب های آسمانی و پیامبران عظیم و شأن و امامان راستین و اولیاء برحقش، و به روز رستاخیز و قضا و قدرش که همانا خیر و شر هر چیز از جانب پروردگار جهانیان است. و ایمان آوردم به روز رستاخیز و معاد و حیات جاودانه پس از مرگش به همان طریق زیبایی که آن را بر ما نازل کردی. ای پروردگارم، ایمان آوردم که سرورمان حضرت فخر عالم محمد مصطفی که سلام و درودت بر او و خاندان پاکش باد آخرین پیامبر و فرستاده توست. ای بخشنده بی‌منتها، از گناهان و جهل و نادانی و منیتهایم و هر آنچه که مرا از تو دور ساخته توبه کردم و مضطر و پشیمان و نادم و امیدوار به سوی درگاهت بازگشتم. ای خدای مهربان، ای تنها پناهگاهم، توبه‌ام را بپذیر و یاریم کن به درک و استمرار ذکر و یادت و مقیم شدنم در مقام توحید شریف و درک تن واحده و درک حس شوق‌گذاری و درک حس حضورت. از تو می‌خواهم توفیق انجام نیکوی عبادات و خدمت به خلق و دوری از معاصی و اطاعت از فرامینت را و همچنین توفیق ادای مأموریت خلیفت اللهی و درک مقام بندگیت را به این فقیر عنایت فرمایی. پس نقش می کنیم نام محبوب ازلی من، ذکر سلطان یا اسم جلال و همچنین ذکر الله حی یا آب حیات یا همان سر جاودانگی را به طریق قلبی و تنفسی بر روی لطایف عشره و جواهرات ربانی من. به توفیق الله جل جلاله و به اذن الله و به اجازت الله و به اذن و اجازه و همت از باطن پاک پیامبران الهی و امامان راستین و اولیاء برحق و پیران صاحب دل 41 طریقت حقانی و ربانی و جمیع نیکان و پاکان عالم
و به گواهی بهترین آفریده خدا حضرت فخر عالم پیامبر زیشان نور عرش الله محمد مصطفی که سلام و درود خداوند بر او باد، نعلم و نشهد و افضل ذکر به انه الحق.
دعای پایانی. هو وقت شریف ظاهر و باطن من خیر باد، خیرها مفتوح باد، شرها دفع باد، قلبهای من مسرور، سرهای من مستور، ظاهر من معمور، باطن من پر نور باد، نیازهای من در درگاه عزتش مقبول باد، قلوب عاشقان گشاده باد، وصال عاشقان محقق باد، خدای عظیم و شأن با اسم ذاتش قلبهای من را پر نور گرداند، عشق الله، ذوق الله، شوق الله، محبت الله، محبت انبیاء الله، محبت اولیاء الله بر قلبهای من پر نقش باد، این رفت و غنی ترش بیاید. پیر پیران، جوان مردان، سفره داران، خان و کرم و نام و نعمتشان زیاده و مدام باد. ارواح شریف درگذشتگان و صاحبان خیرات شادان و خندان و باقیان در صحت و سلامت باد. عنایت یزدان، همت مردان بر ما حاضر و ناظر باد. نعمت جلیل الله، برکت خلیل الله، شفاعت یا رسول الله. نورانیت و روحانیت حاصل شده از این ذکر الله العظیم و این اوراد شریف را تقدیم و هدیه می کنیم به روح پاک حضرت فخر عالم، نور عرش الله، رحمتا للعالمین، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و به روح پرفتوح جمیع انبیاء الهی و امامان راستین و اولیاء حق الله و پیران صادق و واصل 41 طریقت حقانی و ربانی و جمیع نیکان و پاکان عالم، علی الخصوص نور نبی، کرم علی، قطب العارفین، غوث الواصلین، خادم حضرت قرآن، صاحب جمیع اسرار الهی، تجلی دهنده نور هدایت خدا در زمین، صاحب دم رحمانی، پیر جن و انس، سند و مرجع و مددکار و یاریگر سالکان در مسیر عشق و کمال الهی، سرور و تاج سر و نور دیدگانمان حضرت پیر سید عبدالقادر گیلانی، پیر سید احمد الرفاعی، پیر سید احمد البدوی، پیر سید ابراهیم دسوکی، پیر محی الدین ابن عربی، پیر سلطان العارفین بایزید بسطامی، پیر شیخ ابوالحسن قرقانی، پیر شیخ نجم الدین کبرا، پیر سید یوسف همدانی، پیر خواجه احمد یسوی، پیر خواجه عبدالخالق قجدوانی، پیر محمد بهاءالدین شاه نقشبندی، پیر معین الدین چشتی، پیر شیخ شهاب الدین سهروردی، پیر سلطان العلماء بهاءالدین ولد، پیر سید برهان الدین محقق ترمذی، پیر شیخ شمس الحق تبریزی، پیر مولانا جلال الدین محمد بلخی، پیر حسام الدین چلبی، پیر سلطان ولد، پیر سید جلال الدین حیدر، پیر شاه نعمت الله ولی، پیر شیخ حسن ولی، پیر حاجی بایرام ولی، پیر حاجی هارون ولی، پیر حاجی بکتاش ولی، پیر آتشباز ولی، پیر شیخ ابوالحسن شاذلی، پیر نورالدین جراحی، شطاری، خلوتی، ستاری، سنبلی، جلوتی، قدس الله سرهم العزیز، و همت و مدد ذات و باطن پاک پیران صاحب دل و صاحب نفس عصر حاضر، طیب الله نفسه و اعلی مقامه، به دمشان، نفسشان، نظرشان، توجهشان، دعایشان و همتشان همه جا عرض کردیم. الفاتحه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.